موضوع امروز ما در پیوند به چگونگی نظارت از کیفیت آموزش آنلاین در دانشگاه خصوصی. مهمان ما آقای عنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به برنامه حضور پیدا کردن. فرزان صاحب خوش آمدین، صبح شما بخیر. ابتدا در رابطه به اینکه چگونه نظارت میکنین از کیفیت آموزش آنلاین در دانشگاه خصوصی. بسیار تشکر، سلام به شما، سلام به بینده های عزیز شما. قسمی که در جریان هستین، ما در یک اعلامیه قبلا تصریح کردیم که تمام سیستم های آموزش آنلاین از سوی وزارت تحصیلات عالی توسط یک کمیته تکنیکی بررسی میشد. ما نام یک تعداد سیستم های آنلاین که معتبر هستند، استاندارد هستند، میتونن از طریق آن ارائه خدمات تحصیلی به شکل بهتر صورت بگیرد، برای تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان اعلام کردیم که تمام نهادهای تحصیلات عالی مکلف هستند درس های آنلاین خود با استفاده از سیستم های مثل کانواس، اجلمس وزارت تحصیلات عالی و یا سایر سیستم های آنلاین و تکنیکی که پذیرفته شده هستند، معیاری هستند، خدمات آنلاین به شکل بهتر مانند صنف های حضوری ارائه کرده میتونند مورد تطبیق قرار بتن و از آن به عنوان سیستم آموزشی استفاده کنند. درست، بررسی هم انجام دادین که آموزش آنلاین در دانشگاه خصوصی چقدر بر محصلین مؤثر واقع شده؟ بدون شک، هرگاه ما از سیستم های معیاری و استانداردی که پذیرفته شده هست و تمام گزینه ها را برای ارائه خدمات تحصیلی برای دانشجویان دارد ما استفاده کنیم، نتایج مثبت در پی دارد. هرگاه ما از سیستم های غیر معیاری و غیر استاندارد که نمیتواند ارائه خدمات به شکل بهتر انجام بدهد استفاده کنیم، بدون شک نتایج مطلوب در پی ندارد. به مخاطر هم تاکید وزارت تحصیلات عالی به همی هست که تمام دانشگاه ها باید مکلفیت دارند که از سیستم های معیاری و استاندارد برای آموزش آنلاین استفاده کنند. در پیوند بر روند تبدیلی محصلین از دانشگاه دولتی به خصوصی و از خصوصی به دولتی چگونه است و چه معیار در این قسمت وجود داره؟ بسیار خوب، امروز هم که تاریخ 30 جدی است، آخرین روز ما برای تبدیلی های تمام دانشگاه های دولتی و خصوصی در افغانستان هست. ما یک ماه فرصت دادیم برای کسانی که میخواهند خود از یک نهاد به نهاد دیگر تبدیل کنند، بیاین به وزارت تحصیلات عالی، کسانی که در بخش خصوصی هستند فرم اخذ کنند و کسانی که در بخش دولتی هستند به پانتون ها بروند فرم اخذ کنند. ما بر اساس مقرره تبدیلی ها تمام تبدیلی ها را مطابق قانون انجام میتیم. کسانی که طبقه ذکور هستند از بخش روزانه به بخش روزانه خود مطابق مقرره تبدیل کرده نمیتونند، اما دختر خانم ها میتونند از بخش روزانه به بخش روزانه خود با در نظر داشت این که موافقه هر دو نهاد داشته باشند، عدم کردیت دو مضمون در دانشگاه مربوطه نباشند، سمستر هفتم و هشتمشان نباشد، به همین قسم معیارهای در عین رشته و در عین نمره کانکور مطابقت داشته باشند، خود می توانند از یک نهاد به نهاد دیگر تبدیل کنند. برنامه آنلاین بود، می خواستم بپرسم که استاد، این درسایی که فعلا از دست ما قرار دارد به صورتی است که فقط ریکارد میکنن استادا و در دسترس ما میتونیم چیزا رو از یوتیوب هم بگیریم و آموزشی که فعلا جریان در پنتون خصوصی که فعلا ما میخوانیم هیچ یک از شاگردا چیز درست از او یاد نگرفتن، یعنی در سال ما در چیز کرونا شد. هیچ گونه آموزش آنلاین از طریق واتساپ، مسنجر گروپ و یا سیستم هایی که به شکل ثبت شده و 5 دقیقه و 4 دقیقه و 10 دقیقه باشد قابل پذیرش نیست. درست. چون وقتی ما بحث آنلاین مطرح می سازیم، بحث آنلاین از خود تعریف، ویژگی ها، مشخصات و یک معنایی را دارد که ما مطابق از او باید اقدام کنیم و مطابق طرح عمل کنیم. در این راستا ما تلاش های خود انجام دادیم و هیچ گونه سیستم هایی را که غیر معیاری باشد درشان قابل پذیرش برای ما نیستند.